شیلان میرزایی، فعال حقوق بشر و فعال سیاسی از ازمیر ترکیه با ما همراه هستن. خانم میرزایی، وقت شما بخیر. اونچه که تصاویر به ما نشون میدادند و اونچه که روز شنبه در خیابان‌های شهرهای ایران شاهدش بودیم، حضور سنگین نیروهای امنیتی و نظامی و یگانهای ویژه بود و به نظر می‌رسید که حکومت در مقابل مردم کاملاً آرایش جنگی گرفته. این سطح از مقابله با مردم از سوی حکومت با این همه نیروی نظامی و امنیتی حاوی چه پیامی از حکومت به مردم بود؟ درود به شما. خب پیام جمهوری اسلامی خیلی واضحه. همونجوری هم که توی ویدیوها دیدیم و گزارشی که از مردم دیدیم، میگن که جمهوری اسلامی میخواد که ایجاد تهدید، ترس و رعب و وحشت کنه. یعنی دقیقاً جمهوری اسلامی میخواد به مردم نشون بده که قدرت و نیروی کافی برای این کار رو داره. و همونجوری هم که شما گفتیم، بیشتر شهرها رو با مانور نظامی امنیتی کرده. ما تو خیلی از شهرها دیدیم که شاهد ورود ماشین‌های زرهی و سلاح‌های سنگین و نیمه سنگین توی شهرها بودیم. یعنی اتفاقی که یک حکومت میتونه در برابر دشمنان خارجی که به مرزهاش حالا اومدن یا میخوان باهاش در حالت جنگی قرار بگیرن، اتفاق در این شهرها رخ میده. اما ما دیدیم که جمهوری اسلامی انگار داره با یک دشمن خارجی میجنگه و شهرها رو تا این حد، لااقل شهرهای مرزنشین رو، بسیار دیروز امنیتی کرده بود. پیام جمهوری اسلامی بیش از 14 زورگویی و استبداده و اینکه فکر میکنه اعتراضات این خیزش ملی رو میتونه مثل سایر اعتراضات 3 دهه گذشته خفه کنه و بعد از یک مدتی مردم رو دوباره با سرکوب میتونه بشونه سر جاش و مشروعیت نداشتش رو ادامه بده. به هر حال باید توجه داشت که حکومت دیکتاتور علی خامنه‌ای پیامی که به مردم داده از سوی مردم نادیده گرفته میشه. همونجوری هم که دیروز توی شهرهای مختلف دیدیم، با وجود جو امنیتی سنگین، همونجوری که از گزارشاتی که شما نشون دادیم و در سوشیال مدیا پخش شده، ما شاهد این بودیم که تجمعات اعتراضی در نقاط مختلف شهرهای ایران شکل گرفت. بهتره بگیم که مردم از این حصار ترس که جمهوری اسلامی برای اونها طی لااقل این 14 درست کرده رد شدن و قطعا اعتراضاتشون رو ادامه میدن. خانم میرزایی، به درستی اشاره کردین که علی‌رغم فضای رعب و ترسی که حکومت ایجاد کرده، مردم حضور داشتن ولو با خودرو و به شکل پراکنده. این فضای رعب و ترسی که حکومت ایجاد کرده چه تأثیری بر ادامه انقلاب زن، زندگی، آزادی خواهد گذاشت و این جو سرکوب برای حکومت تا کی کارساز هست؟ خب من میخوام اینجا یه نکته رو بگم که ناامیدی در مردم وجود نداره. اینکه دیروز 25 سالگرد مرگ حکومت مهسا امینی بود و در سقز کاری کردن، با حصر خانگی خانواده مهسا امینی نذاشتن که اونا بر سر مزار حاضر بشن و تمام راههایی که به آرامستان آیچی منتهی میشد رو مسدود کردن، این دلیل بر این نمیشه که با این رعب و وحشت و سرکوب و جو امنیتی میتونن اعتراضات رو خاموش کنن. مردم علیه جمهوری اسلامی میخوان که ادامه بدن و میخوان که این استبداد، یعنی به این آگاهی رسیدن که باید این استبداد در ایران تموم بشه. اما نکته مهم اینه که برعکس اون چیزی که جمهوری اسلامی فکر میکنه که پیام ترس رو به مردم رسونده، اگر یعنی به سوال قبل هم برمیگرده، این جمهوری اسلامی که بیش از یک سال از ترس اعتراضات مردم در واقع خواب نداره و این جمهوری اسلامیه که هر روز با ترس اعتراضات مردم داره روبرو میشه، شاید بتونه برای یک برهه کوچیک با این جو امنیتی، با این حجم از نیروهای سرکوب، با دستگیری فعالان سیاسی، خانواده‌های دادخواه یا اخراج اساتید دانشگاه‌ها و یا دستگیری و بازداشت بسیاری دیگه از فعالین سیاسی یا ایجاد رعب و وحشت در جامعه، شاید بتونه برای مدت کوتاهی جو جامعه رو، اون هم با شرایط زور و سرکوب، کنترل کنه. اگر جمهوری اسلامی میخواست که بدونه چقدر مشروعیت داره، فقط 24 ساعت نیروهای سرکوبش رو اگر از خیابانهای جمهوری اسلامی برداره،
قطعا دیگه از جمهوری اسلامی وجود نخواهد داشت و مردم از جمهوری اسلامی رد خواهند شد. اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام داده به وضوح نشون میده که علی خامنه ای و اعوان و انصارش تا چه اندازه گرفتار وحشت و استراب این خیزشن. بنابراین نمیتونه جمهوری اسلامی سرکوب ها رو به این شدت و این جب امنیتی رو در تمام شهرها ادامه بده. همچنان که پارسال هم شاهدش بودیم وقتی ادامه اعتراضات زیاد شد در شهرهای مختلف ایران، نیروهای سرکوب خسته شدند، در بین اونها ریزش اتفاق افتاد، حتی شاهد ضرب و شتم نیروهای سرکوب علیه همدیگه هم بودیم. قطعا اگر کشورهای خارجی با ارسال پول به ایران کمک نکنن به جمهوری اسلامی برای پرداخت هزینه نیروهای سرکوبگر، قطعا جمهوری اسلامی در مقابل مردم دوام نخواهد آورد.